و آدم ها آرمانگرا بودن از هر چپ و راستش. بله دقیقا احمد صادقا بودند و رضایی ها بودند و همه جهت که می دیدیم. بعد از صدیقی فاطمی اونا که خب پیشتر بودند آذر اینا هم در تضاد بودند. بازرگان آقا آذر بود دشمنشو بازرگان می دونست مذهبی بودن ضد مذهب. ولی فرق هم هر دو دوتا انسان های آرمانگرا بودن، اونا که در قدرت هم اونا که در قدرت شد جنگیدن، حتی بچه های کلیکا همه داره یا مجاهدین بچه ها آرمانگرا بودن همشون. این بعد از انقلاب فاتحه آرمان خونده شد. خیلی یه سوی هم بعد این همدردی رو باید نسل بعد از انقلاب داشت به اون عنوان که همه اون آرمانگرایی ها که اونا می دونستن یک چیز فاصل از کار درمان، یعنی قهرمانان اینا اونایی که مثلا شاهدش بودن گو الناس علا دین ملوکه. بله. مردم پیدو به مثلا رهبرانشون هستن، دین پادشاهان علا اونجا ملوک به معنی امشه در رهبرانشون. بله. و خب الان وقتی که دیگه هر چی دست میزنن روش در خورد تقلب و دوزی و بلده کرفا و آلودگی و یکی پس از دیگری این رمندی که هست در رأس اون خود آقای خمینی، طبیعتا خب دیگه این نسل خیلی آرمانگرا با نیامده و خیلی اخلاق درش سقوط کرده. این در داخل ما در سطح بین المللی هم این اتفاق افتاده، آدم ها غرقه در زندگی مادیشون شدن و این مثلا دیگه الان از چون بالاخره دولت شوروی هر زشتی که داشت آرمانگرا بود، ولی این الان ظاهر اخلاقی داشت. بله اخلاقی الان در سطح جهان آرمانگرایی از بین رفته و سازه می نویسندم تا اصلا الان آرمانگرایی که زشت شده خیلی جالبه دیگه، آرمانگرایی مساوی شده با تعصب. بله متاسفانه اگه میخوای آدم خوب باشی باید آرمان نداشته باشی یا آدم معتقد نباشی، چون دوباره از اون همسی در مورد استقلال گفتی اینجا هم آرمانگرا شده مساوی آدم یه دنده خوشت به حساب متاسف، در حالی که خب چنین چیزی نیست ولی خب این تاثیر شده دیگه. سپاسگزارم جناب برقی. ولی با توجه به شرایطی که ظرف 5-6 سال اخیر در کشور خودمون و به ویژه در جنبش بزرگ کشورمون بود و بعد هم این قیام ها بود بعد انقلاب های منطقه و بعد هم داریم در گوش و کنار جهان هم کم کم این فغان ها برمیخیزد و ناله ها تبدیل به فریاد شده که باز جامعه جهانی چهره اخلاقی داره به خودش میگیره، یعنی داره به سمت اصول و به سمت زیبایی های انسانی از میان همه شعارها و نیرنگ های فریبکارانه برمیان. ببین اخلاق اصلا علت حضورش و حتی پیش از دین بودنش برای ضرورت های جامعه، یعنی جامعه بدون اخلاق نمیتونه زندگی بکنه. مثلا من اگه خودم دروغگو هم دوزم دلم نمیخواد بچم دروغگو دوزبار بیاد و حتی قایم هم میکنم و اگرم حتی قایم هم میکنم تازه. بله همه اینا هست دیگه. و خب مثلا اگر روابط قطع کنید اگه من خیلی دروغ بگم خب شما دیگه واقعا زندگی فلج میشه دیگه، نمیدونه با آدم چی کار بکنه، زندگی اساسش از هم میپاشه تا چقدر میشه به حساب کار با پلیس انجام داد. خب نمیشه این کار نمیشه که دستی که نمیتونه قوانی جنگل که نمیتونه که زندگی بکنه و اگه بناسی که اجتماع زندگی بکنیم اجتماع خب مجبوریم که این مسئله رو مراعات بکنیم، راست بگیم دزدی نکنیم. اگر در دموشی جامعه اساسش به هم میپاشه
جامعه نمیتونه تداوم پیدا کنه. اولا اصول اخلاقی از اول که پیدا شده به این دلیل پیدا شده، ضرورت داره برای تداوم جامعه، بدون اون جامعه اصلا میباشه. اگر این فرض رو توجه بکنیم، خب اگر بی اخلاقی یه موقع تو جامعه بیاد، مجدد برمیگرده به سوی اخلاق. ما اینه توی جامعه شناسی تو مکتب فانکشنالیست این رو میگن، مثلا میگن این قانون شکنی باعث میشه که قانون تقویت بشه. مثلا پنج نفر مثلا از چهار قرمز رد میشه، اما مثلا کم کم کسی اهمیت نمیده، چهار قرمز هم شب رد میشه، فلان رد میشه، بعد این چهار قرمز رد میشه، خب تصادف میشه دیگه. من هر دفعه که میرسم در موجه ترس دارم که تا بگم رد میشه، میگه از نه ترق بزنه من رد بین ببره بکشه. برای من خودم به مال پولیس میگردم، در حتی خودم جلوی میگه من اهمیت ندارم. برای که تو شرق مثلا قانون مثلا گذاشته از چرا قرمز $50، حالا اگه کنم $500 من دوزی میرم به شهر میدم، چون دارم وحشت میگرفتم دیگه. بله نه دیگه، یعنی این قانون شکنی ها باعث میشه که ضرورت قانون بیشتر حس بشه. بنابراین با اون دلیل که شما فرمودید من کاملا قبول دارم بی اخلاقی همیشه امر گذراست، چون اخلاق ضرورته. آدم ها و جامعه مامه دوباره برمیگردن به سوی اخلاق، به سوی آرمان ها، چون به دوامون نمیشه زندگی کرد. یعنی این تفنن نیست، یعنی این زینت نیست، این از سر سیری نیست که من باید دروغ نگم، باید دزدی نکنم، باید راست رو معتقد باشم، باید به عدالت معتقد باشم. اینا فقط به دلیل این نیست که مثلا اخلاق چیزه تفنن و یا ایران، نه، ضرورت جامعه و جامعه مجدد برمیگرده به اخلاقیات. چون زندگی به این شکل قرار برهم نداره. من الان این که دوستانم گفتش که من از یک دوستم 5 میلیون میخواستم و این میخواست بهم بده، بعد متوجه شدم به یه دوست دیگم در تهران 5 میلیون بده کارم، و ما اونم خب اون دوتا دوست منم با هم دوست بودن. بله ازش کدام اول که طالب به من بده، من با اون بدم، منم در حال سفرم، خود با اون بده. خوب باش خود یه صده معلان نمیدونم اون مجرم پول را گرفتم، اون مجرم پول دادم، من ندم که رفت نوی که دو بگونده. بله خود زندگی یه فلج میشه دیگه. طبیعا دوره برمیگرفتن این که قول و قرار و مثلا دروگویی و حرفا، قول و قرار مخترم میشتاریم دروگویی لگیم در تحنه. مثلا الان توی مجلس تا مثلا میبینیم مثلا برمیگردن الان وزرا مثلا معلوم میشه آقا مدارکش تقلبیه، بله، ولی اون مدارکش تقلبیه، باید دروگ میگه. آقای رحیمی وقتی فساد مالی شروع میشه، آقای خامنه‌ای میگه که موقتا به پرونده یکی دیگه نکنید، درست؟ و خود جامعه که نمیتونه این چیزی تداوم پیدا بکنه، بعد یه همه هم میگه یادت ببزن، میگه تا کجا میشه دردی؟ یه زندگی تعمیه، امکان نداره از ادامه پیدا کنه. برای شما برمیگردی به دنبال یا به جستجوی دولت ملی صالح و اخلاقی، چیزی اون موقع که داشتید، چون داشتید مثل بچه که همه محبت از در مادر داره قدرشو نمیدونه، نمیفهمیدیم یعنی چی. حالا این دفعه نمیفهمیم چه ضرورت داره، برمیگردیم. بعد نمونهش هم اینه که الان این بازگشت به گرامی داشته مصدق، خب همین دلیلش رو دیگه مصدق دیگه تقریبا داشت قبل از انقلاب اینا به نوعی فراموش میشد، بدون ضرورتی اسمش کمتر بود. الان هرچی میگه تو دفر اسم مصدق بیشتر میشه. و خب این مسئله سیدی اینا نشون میده که جامعه برمیگرده به سوی یافتن معیارهای درستش. بله دقیقا. و بعد هم خیلی جالبه که از یک طرف این همه وقاحت ببینیم در برخی افراد، در برخی نیروها که کمک میگیرند، کمک های مالی میگیرند،
هر نوع کمکی که مقدوره میگیرن از بیگانگان، اونم مخصوصا از بیگانگانی که میدونن نظر سو به ایران به سرزمین ما دارن. و بعدم از یک طرف دیگه هم میبینیم که در داخل کشورمون در حکومتمون یک حاکمیت بیمار کودتاچیه و ضد مردمیه. اکثر وزراش هم همه مدارک قلابی و یا اینکه سوابق غارت و چپاول، یعنی واقعا نشون میده که اینها هم با هم یک نوع هماهنگی دارن در اون گرایش جامعه به سمت فساد و بدخلاقی. بله دیگه، خود الان همون که همچنان اینا هر کاری میکنن بهتر کدوم به اون معیار سمبول اخلاق در فضاد دارن دیگه. اون یکی متقلبانه دشمن ستیزی میخواد بکنه یا بیگانه ستیزی بکنه، از این دویه به جزء ملی در فضاد میشه. برای اینکه معیار میشه اگر ملی بودن مصدقی بودنه مصدق که قرض ستیز نیست و این براش یابرویی میشه و معلوم میشه که آقا جان من اون مثلا بازرگان اینا مستقل تر بود اصلا از آقای احمد نژاد. این طبیعتا با سمبول و ها یعنی مصدق در تضاد. این یکی طرف از این درکی چون میخواد بری از اینجا امکانات بگیره از اون با مصدق در تضاد دوستان دوتا برای که شما یه معیار گویی شده وسط از این در بساب یا افراد یا تفری ترکیس میده با اون معیار میانه در تضاد میشدید. کاملا. مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر را شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. بدرود بر شما و بر شنوندگان محترم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقعی درباره اینکه آیا مفهوم استقلال قرض ستیزی است، چرا مصدق هر روز بیشتر به عنوان معیار استقلال طلبی شناخته می شود؟ بحث استقلال امروز یک بحث نظری جدی در درون و بیرون ایران است که بسیاری آن را زیر سوال بردند و از دو طیف فکری تشکیل شدند. ستیزه با غرب رژیم سرکوبگر حاکم بر ایران با شعار استقلال طلبی، وقتی حتی اجازه برگزاری مراسم سالروز درگذشت مصدق که جهانیان او را پای گذار استقلال منطقه می دانند نمی دهد، نشانگر دروغین بودن و قلابی بودن شعارهای استقلال طلبی و یا شعارهای درباره ایرانیت است. اینکه برخی از مارکسیست ها در کنار حزب توده با توجه به گرایش به شوروی در کل وابستگی را زشت و غلط نمی دانستند و به شدت ضد غرب و در تضاد با نیروهای ملی بودند. یاد و نام مصدق خود معیاری است برای وابستگان به غرب یا مدعیان دروغین استقلال. کسانی که تا دیروز به نیروهای ملی می گفتند سازشکار و لیبرال و یا آمریکایی، امروز به آنها می گویند آمریکا ستیز یا همنوا با رژیم فعلی. بخش دیگر درک اصلاح طلبان و نسل جدید برآمده از این رژیم از مفهوم استقلال و کژفهمی آنان در تفاوت استبداد کور حاکم با استقلال است. استقلالی که به اینها تفهیم و معرفی شده یک حکومت مستبد، متقلب، دروغگو و غرب ستیز است و مفهوم استقلال از طرف این جماعت همان استبدادی است که خمینی و خامنه‌ای و احمدی نژاد می‌گویند. حضور این نیروهای جدید در خارج کشور و خلقیات آنها با توجه به اینکه مبارزه آنها اکثراً در داخل رژیم و در داخل قدرت بوده و جانفشانی و هزینه‌ای نکرده بودند، جماعتی که از مؤسسات و گروه‌های وابسته به قدرت‌های کشورهای بیگانه کمک می‌گیرند و آن را امری عادی می‌دانند، ضرورت این پول گرفتن و زیان‌های ناشی از آن چیست؟ بخشی از این جماعت معتقدند که بدون عنصر خارجی پیروزی مردمی مقدور نیست و آن را بخشی از مبارزه می‌دانند و کمک از دولت‌های بیگانه برای آنان مورد احترام است.
آنچه امروز بیش از هر زمانی آشکار تر گردیده، گروه‌هایی از زوایای مختلف بنابر عکس العمل حاکمین بر ایران که یکی از مهمترین دلایل آن این استقلال دروغین است، با توجه به خلقیات و عادات راحت طلبانه و کودکانه در پی کسب نتیجه هر چه زودتر هستند، نیروهای ملی همچنان با باور بر آزادی و استقلال به هیچ عنوان غرب ستیز و ضد غرب و خشونت گرانیستند و خرد ورزند و دعواهایشان با آدمهایی است که به دنبال وابستگی اند و در واقع که روی دیگر سکه یا عکس العمل حکومت موجود که از استقلال قلابی صحبت می کند. اسرائیل عاشق احمدی نژاد است. عملکرد خمینی ضربه سنگینی بر استقلال ایران زد. معیار خط ملی سمبولش مصدق است که در سیاست نشان داد بهترین عمل کرد و نتیجه را دارد. تفاوت فاحش و شرم‌آور مزدبگیران و مزدوران بیگانه از دیروز تا امروز، اینان چون اصول ندارند و چون مفهوم را درک نکردند بیگانه پرست می شوند. جو تبلیغاتی بیگانگان برای فعالان ایرانی در چه جهت است؟ وزرا و وکلای سابق مجلس که امروز سر از انستیتوها در می آورند، وقتی به آنها گفته می شود که اینها مال اسرائیلی هاست، می گویند به ما رفتی ندارد. در پیش از انقلاب اخلاق مندان و معتقدان به اصول و انسانیت، به جوانمردی و شرافت، سمبول و پیشرو مبارزین و مردم بودند، اما در پس انقلاب کسانی الگو شدند که همه اصول و اخلاق و تمام آرمانهای انسانی ملت ایران را زیر پا گذاشتند و راه دزدی و فریب و نیرنگ و خیانت را از همان ابتدا با خمینی تا امروز دنبال کردند، که در عرصه بین المللی هم چنین شده است. چرا هم جناح اپوزیسیون وابسته بی اصول و هم استبدادیان حاکم بر ایران با مصدق مخالفند؟ توجه می فرمودید این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.